حسین بود و تو بودی، تو خواهری کردی. حسین فاطمه را گرم یاوری کردی. پس از حسین چه بر تو گذشت وارث درد، به خون نشستی و در خون شناوری کردی. پس از حسین تو بودی که شرح عصمت را، که روز واقعه را یاد آوری کردی. بر روی نیزه سر آفتاب را دیدی، ولی شکست نخوردی و سروری کردی. چه زخمها که نزد خطبه‌ات به خفاشان، زبان گشودی و روشن سخنوری کردی. زبان نبود، خود ذوالفقار مولا بود. سخن درست بگویم، تو حیدری کردی. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی، بسیار خرسند هستیم که بار دیگر با برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم از بخش فارسی تلویزیون جهانی هادی با شما خوبان هم سخن و هم کلام هستیم. امیدواریم شما هر جایی که هستید جانتان جور باشه، دلتان خوش و خرم باشه. در خدمت کارشناس محترم سرور عزیزمان جناب حجتالاسلام والمسلمین استاد فصیح غزنوی هستیم. اجازه بدین سلام علیک عرض کنیم تا موضوع برنامه امشب خدمت شما بگم و گفتگوی امشب در خدمت کارشناس محترم. سلام علیکم جناب استاد فصیح غزنوی، بسیار خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله، متشکرم، خیلی ممنون. سلامت باشید. سلام علیکم اگر با بینندگان بفرمایید. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان گرامی سلام عرض می کنم. از خداوند منان توفیق می طلبم تا توفیق عنایت بکند تا بتوانیم در خدمت شما و بینندگان گرامی باشیم. در خدمتتان هست. سلامت باشین، زنده باشین انشالله. بله، پس از عاشورا و در فصل اسارت و فصل کوفه در قیام و نهضت حسینی علیه السلام، یکی از چهره‌هایی که بسیار درخشید یک بانو هست، بانوی نمونه، دختر گرامی زهرای مرضیه و او کسی نیست جز بیبی زینب کبرا. موضوع گفتگوی امشب ما خطبه ها و سخنان بیبی زینب کبرا در کوفه در ایام اسارت هست. ما از حضور استاد محترم دعوت کردیم درباره خطبه حضرت زینب در کوفه برای ما شما صحبت هایی بفرمایند، نکته هایی اگر هست درباره این خطبه، انشاءالله که از زبان استاد در قالب چند تا برنامه استفاده خواهیم کرد. اجازه بدیم که برگردیم خدمت کارشناس محترم و گفتگوی امشب شروع کنیم. بله جناب استاد فصیح بزرگوار، اما قسمی که خدمت بینندگان عزیز هم عرض کردم و اعلام کردم، خب بعد از عاشورا اسارت اهل بیت شروع میشه و یک فصل جدیدی در قیام و نهضت امام حسین شروع میشه و در این فصل بیبی زینب کبرا بسیار درخشید، پیام آوری کرد، رهبری کرد، مدیریت کرد، در حالی که یک زن بود و به عنوان یک زن. خود این قضیه خب قطعا برای ما بحث هایی داره. چرا اولین خطبه را در کوفه و در وضعیت اسارت ما از زبان بیبی زینب کبرا میشنویم، نه از زبان امام سجاد امام زینالعابدین علیه السلام؟ بله، همان گونه که فرمودید فصل اسارت هست بعد از واقعه عاشورا که در تاریخ اسلام واقعه عاشورا سابقه نداره. بله. البته حوادثی اتفاق افتاده در صدر اسلام، اما واقعه عاشورا یک واقعه استثنایی است. اینکه یک مجموعه با اهل و عیالش، جوانها، مردها به شهادت برسد، بله، زنها اسیر شود، سابقه در تاریخ اسلام نداره. خصوصا اینکه مجموعه که اسیر شدن و اونهایی هم که شهید شدن کلا اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستن و اونم در جامعه اسلامی این قضیه اتفاق بیفته. بله. بعد از واقعه عاشورا بلا فاصله، یعنی روز دهم که واقعه عاشورا اتفاق میفته، روز 11 اهل بیت عصمت و طهارت را از بازار کوفه عبور میدن. خب از رای قتلگاه، خب اون که در مقاتل نوشته و روزخوان‌ها زیاد این مطلب را اشاره کرده و بینندگان گرامی کاملا واقف هستند که در کوفه چه گذشت و در قتلگاه چه گذشت بر اهل بیت امام حسین علیه السلام. بله. در هر صورت در روز 11 محرم، یعنی یک روز بلکه نیم روز بعد از واقعه عاشورا و کربلا، زینب سلام الله علیها خطبه کوتاهی را در بازار کوفه ایراد میکنند. حالا شما تجسم بکنید که یک بانو، یک خانم، روز قبلش حوادث اتفاق افتاده که بهترین ها به شهادت رسیده. از خانواده زینب سلام الله علیها هرچه مردها بوده، اونایی که توان رزم داشته، حتی اونایی که توان رزم هم نداشته مثل طفل شیرخوار، همه به شهادت رسیدن. زنها اسیر شده. خب شب 11 هم با چی واقعه که زینب سلام الله علیها دست پنجه نرم کرده، شام غریبان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، به اینکه اون شب چه گذشته است بر زینب بماند که از امام سجاد علیه السلام سوال میشه شما در واقع کربلا کدام حادثه بر شما سخت گذشت؟ امام سجاد علیه السلام میفرماید که سختترین واقعه و حادثه برای من شب 11 بود، اونگاهی که دیدم عمه‌ام زینب نماز شب را نشسته میخواند. یعنی از بس خسته بوده، رنج کشیده، توان استادن در برابر خداوند برای نماز را نداشته، نماز مستحبی نماز شب را نشسته خوانده. حالا آمده در بازار کوفه خراب، اینجا حضرت خطبه میخواند. با عنوان اسیر اینا آمدن، یعنی با یک مجموعه اسیرن دیگه. اسیر اینا را با عنوان اسیر وارد کوفه کردن تا بخوان ببرن در مجلس ابن زیاد و بالاخره به عنوان اسرا آوردن. البته از خطبه زینب سلام الله علیها دانسته می شود که مردم کوفه متوجه این مسئله بودن که این خاندان عصمت و طهارت هست، اینا اهل بیت امام حسین علیه السلام هستند، لذا اونها گریه می کرده، اشک می ریخته، خصوصا زنها زیاد بوده و لذا حضرت اونجا خطبه می خوانه و اونها را ابتدا میگه ساکت باشید. بله. با شدت و حدت میگه چنان ساکت شدن که حتی زنگ های شتران از صدا باز استاد و چنان ساکت بودن و گوش دادن به سخنان حضرت زینب سلام الله علیها. دلایلی داره. بله. البته طبیعی هست دیگه، کوفه در اون وضعیت البته فاصله چندانی از کربلا نداشته، گذشته از این که اصلا در آستانه قیام بوده، این مردم دعوت کرده امام حسین، منتظری امام حسین بودن، یعنی شاید لحظه به لحظه حوادث حرکت امام حسین اینا دنبال کردن، دنبال میکردن، برایشان مهم بوده و به همین خاطر وقتی اسرا رو وارد میکردن اینا میفهمیدن که اینا کیا هستن، احسن شناخت داشتن و لذا مردم خصوصا زنها گریه میکردن. بله، اگر اجازه بدین یک میان برنامه رو میبینیم، باز برمیگردیم ادامه. هنوز اون سوالی که من از حضرت علی پرسیدم جوابش نگرفتیم، انشاءالله که جوابش از شما بشنویم. خب دعوت میکنم به تماشای میان برنامه. عیال حسین را نزد ابن زیاد آوردند. زینب در میان آنان بود، ناشناس و با جامه های کهنه‌تر و پستر جامعه خود را پوشید تا شناخته نشود. به کناری در آن قصر بنشست و کنیزانش گرد او بگرفتند. ابن زیاد گفت این که بود که با کنیزان خود به کناری خزید؟ زینب پاسخ نداد. بار دوم و سوم همان سخن اعاده کرد و از او بپرسید. یکی از کنیزان گفت این زینب دختر فاطمه دختر رسول الله است. ابن زیاد روی بدو کرد و گفت سپاس خدای را که شما را رسوا کرد و کشت و افسانه شما را دروغ نمود. زینب گفت سپاس خدای را که ما را به پیغمبر خود محمد گرامی داشت و از پلیدی ها پاک گردانید. تنها فاسق رسوا می شود و فاجر دروغ میگوید. حمد خدا را که او دیگری است غیر ما. ابن زیاد گفت کار خدا را با خانواده‌ات چگونه دیدی؟ زینب گفت جز نیکی ندیدم. آنها گروهی بودند که خداوند بر آنها کشته شدن را مقدر کرد، پس به سوی آرامگاه خود شتافتند و خداوند میان تو و آنها جمع فرماید و با آنها محاجه و خصومت خواهی کرد. پس بنگر در آن روز که فیروز گردد، ای پسر مرجانه، مادرت به عزای تو نشیند. ابن زیاد تند و افروخته شد و گویی آهنگ قتل او کرد. عمرو بن حریث گفت ای امیر، این زن است و زن را به گفتار نگیرند و در سخن ملامت نکنند. ابن زیاد گفت از گردنکشی بزرگتر خاندان و خیشان تو دردی به دل داشتم که خدا شفا داد. دل زینب بشکست و بگریست و گفت سرور مرا کشتی و خاندان مرا برانداختی و شاخه مرا بریدی و ریشه مرا کندی. اگر شفای تو در این است، البته شفا داده شده ای. ابن زیاد گفت سج نیکو می آورد، پدرش هم سج گوی و شاعر بود. زینب گفت مرا چه با سج؟ سرم گرم کار دیگر است. از سوز سینه چیزی بر زبانم جاری شد که گفتم السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب امیدواریم که میان برنامه ای که همکارای ما زحمت کشیده بودن و تهیه کرده بودن برای شما بینندگان عزیز مفید باشه و گوشه از اون رشادت های حضرت زینب و اهل بیت و همینطور از مظلومیت های اسرای آل محمد صلی الله علیه و سلم را برای ما و شما بازگو کرده باشه. مثبت 964 780 255 4013 شماره همیشگی ما هست که خدمت شما اعلام میکنیم. از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که با ما مرتبط شوید. هر نوع سوال و پیشنهاد و نقد و نظری هست ما به دیده این منت میپذیریم و شما هم دریغ نکنید. همین قسم اگر مطالب در برنامه‌های خوبی اگر دارید که به درد شبکه ما میخوره، کلیپ‌های کوتاه میتونید با گوشی‌های موبایلتون ثبت کنید و از همین طریق برای ما بفرستید. خب اجازه بدین برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه بحث. بله جناب استاد فصیح غزنوی بزرگوار، سوال ای بود که چرا اولین خطبه را یک زن یعنی حضرت زینب با وجودی که در او کاروان و در جمع امام معصوم امام زینالعابدین علیه السلام هست، حضرت زینب شروع میکنه به سخن گفتن و به اصطلاح خطبه میخوانه برای مردم؟ بله، حقیقتا خطبه زینب سلام الله علیها غوغایی در کوفه برپا کرد. بله. و در حقیقت اگر بگیم که اسرای کربلا مردم کوفه و یزیدیان را به اسارت گرفت، بالعکس شد. گرچه که یزیدیان فکرشان را نکرده بودند که خاندان عصمت و طهارت را اسیر بکنند و این گونه در بازار کوفه یک روز بعد از حادثه کربلا این گونه رسوا شوند. لذا این خطبه ناتمام ماند. ابن سعد دستور داد که زینب را خاموش کنید. لذا سر بریده امام حسین را آوردن و زینب سلام الله علیها در مجلس ابن زیاد، نه در همون بازار کوفه، در همون بازار کوفه که طبق مقاتل سر بریده امام حسین علیه السلام آیات قرآن را تلاوت میکرد و لذا یک باره زینب سلام الله علیها متوجه شد که صدای آشنا می آید، لذا دست از خطبه خواندن کشید و با برادرش با سری بریده صحبت هایی کرده که اون بماند. اما پاسخ به سوال حضرت عالی، 4-5 تا احتمال می رود که چرا زینب سلام الله علیها اولین خطبه را در بازار کوفه، اونم یک روز بعد از حادثه کربلا، ایراد کرده است. اولین احتمال این که ممکنه حال امام سجاد علیه السلام مساعد نبوده، لذا اون بیماری که در روز عاشورا همزمان با جنگ و جدالی که اتفاق افتاد و واقعی که اتفاق افتاد، به خاطر اینکه زمین از حجت خدا خالی نماند، لذا یک بیماری شدید همون ایام بر امام سجاد علیه السلام عارض شد که ممکنه عوارضش روز بعد هم مانده بوده. لذا یک احتمال اینه که حضرت حالش مساعد نبوده، توانی این که بتوانه خطبه بخوانه برای حضرت وجود نداشته. این یک احتمال. بله. احتمال دیگر این که ممکنه به دلیل خشونتی که حاکم بوده و فضای خشونت آمیزی که در اون زمان حاکم بوده، شما میدانید که روز قبل حادثه عظیم اتفاق افتاده. اگر حضرت سجاد سلام الله علیه بلا فاصله بعد از حادثه کربلا یک روز بعد اگر خطبه میخوان، ممکن بود که جانش در خطر بوده، لذا به این دلیل ایشان خطبه نخوانده و در محضر عام بیانات ایراد نکرده، لذا حضرت زینب سلام الله علیها خطبه خوانده. یک احتمال دیگر این هست که شرایط برای حضرت زینب سلام الله علیها بیشتر فراهم بوده تا برای امام سجاد علیه السلام. چه قسمی؟ برای اینکه در بازار کوفه بیشترین نیروهایی که جمع شده بودند برای تماشای اسرای کربلا زنها بودند. مخاطبا بیشتر خانم ها و غیر رزمی بودن به اصطلاح. اونهایی که رزمنده بودن و خانواده ها بوده به اصطلاح امروز. بله. خب اونها تعدادی هنوز در به اصطلاح در گیرودار جنگ و اینها بودن دیگر، و یک عدم که از اسرا نگهبانی میکردن. تماشاچیان بیشتر خانواده ها و خصوصا خانم ها بیشتر بوده. بله. و لذا زمینه مساعد بوده که زینب سلام الله علیها با مردم و با خانواده ها صحبت بکنه. بله. یک احتمال دیگر هم این هست که زینب سلام الله علیها آشنایی بیشتر با کوفیان داشته، چون در زمانی که امام علی علیه السلام حاکمیت کفرا به عهده داشت، زینب سلام الله علیها با پدر وارد کوفه شده بود، حتی جلسات قرآن داشته حضرت زینب سلام الله علیها. بالاخره آشنایی بیشتر از جامعه کوفه و کوفیان داشته. 20 چند سال قبل در واقع که قطعا همینطوره، یعنی از هنگام حکومت حضرت علی در کوفه بوده حتما. لذا این احتمال میره با توجه به متن خطبه‌ای که حضرت بیان کرده، حاکی از اینه که به اصطلاح روانشناسی و جامعه شناسی کوفه را به خوبی زینب سلام الله علیها مسلط بوده. لذا بلا فاصله وقت خطبه میخونه، ابتدا اونها را میگه ساکت باشید و بعد ابتدا با نکوهش مردم کوفه بله. سخنانش را آغاز میکنه که انشالله وقتی برسیم به متن خطبه زینب سلام الله علیها و اونجا اشاره خواهیم کرد. نکته دیگر و احتمال دیگری که میرود که حضرت زینب سلام الله علیها خطبه را خوانده است و نه حضرت سجاد علیه السلام، به این دلیل است که خب یک خانم غیر مترقبه است که بلند شود، خصوصا در اون زمان بلند شود خطبه بخواند برای همه مردم، برای زن و مرد خطبه بخواند، یعنی حضور در اجتماع پیدا بکند، با اون حنجره زنانه خودش، در عین حالی که طبق که راوی میگوید گویا حنجره امام علی علیه السلام، زبان پدر سخن میگوید، با زبان پدر سخن گفته با مردم، با شجاعت، با غیرت، با منطق، حتی استدلال به آیات قرآن کرده حضرت زینب سلام الله علیها. و این نشان میده که حضور یک زن در جامعه و حضور در صحنه‌های سیاسی اجتماعی بسیار ارزشمند است و تاثیرگذار است. در اسلام یک مسئله پذیرفتاری بوده. قطعا همینطوره. شما در جنگ احد میبینید که خانم‌ها از جمله فاطمه زهرا سلام الله علیها حضور پیدا میکنه. در این صحنه هم زینب سلام الله علیها خب بعد از برادرش امام حسین علیه السلام پرچم مبارزه را زینب بر دوش میگیره و لذا شاعر میگه که اگر زینب در کربلا نبود از قیام امام حسین خبری نبود. و این زینب بود که با خطبه های آتشین، لذا اثرگذار هست حضور یک زن در صحنه کربلا و اونم در جمع عمومی، در مجلسی، در صحنه که اقشار مختلف حضور داره، یک زن بلند شود و سخنرانی بکند. و لذا میبینیم که ابن سعد دستور میدهد که سر زینب را خاموش کنید. اونها نگران شدند، اونهایی که اسیر آوردند در بازار کوفه خودشان نگرانند، الان در اسارت زینب قرار گرفته و روی سخن زینب سلام الله علیها هم با مردم کوفه است. لذا اثرگذاری سخنرانی و خطبه زینب سلام الله علیها بسیار ارزشمند بوده و تاثیرگذار بوده و لذا خیلی از افراد بزرگسالی میگه چنان اشک میریختن، چنان گریه میکردن، تاثیر قرار گرفته بودن. و هدایتگری زینب سلام الله علیها بسیار ارزشمند بوده. لذا به این دلایل و به این احتمالات بله. زینب سلام الله علیها خطبه میخواند و امام سجاد علیه السلام در پایان خطبه زینب سلام الله علیها مطالبی دارد با عمه‌اش زینب و او را ساکت میکند و به اصطلاح تسلی میدهد، دعوت به سکوت میکند، دعوت به آرامش میکند، دعوت به سکوت میکند. این معنایش اینه که زینب واقعا کاری کرده است، کارستان. و درود بر شما استاد گرامی، بسیار پاسخ قانع کننده و جامعی به این سوال داده شد. اگر اجازه بدین باز هم یک میان برنامه را میبینیم و برمیگردیم ادامه بحث تا پایان برنامه. دعوت میکنم به دیدن میان برنامه. علی ابن الحسین را از نظر ابن زیاد گذرانیدند. پرسید چیستی؟ گفت علی پسر حسین. ابن زیاد گفت مگر علی ابن حسین را خدا نکشت؟ گفت برادری داشتم نامش علی، مردم او را کشتند. ابن زیاد گفت خدا کشت. گفت خدا جانها را به هنگام مردنشان میگیرد. ابن زیاد خشمگین شد و گفت در پاسخ من دلیری میکنی و هنوز دل داری که با من سخن کنی؟ او را ببرید و گردن بزنید. زینب عمه‌اش در وی آویخت و گفت پسر زیاد، هرچه خون از ما ریختی بس است. و او را در آغوش گرفت و گفت والله از او جدا نمی شوم، اگر او را بکشی مرا نیز با او بکش. ابن زیاد ساعتی به دندان نگریست، گفت خویشی عجیب است، به خدا سوگند که این زن دوست دارد با برادرزاده اش کشته شود. او را رها کنید، همین رنجوری وی را بکشد. علی با عمه خود گفت خاموش باش تا من سخن گویم. آنگاه روی به ابن زیاد کرد و گفت مرا از مرگ میترسانی؟ ندانستی که کشته شدن ما را عادت است و شهید شدن کرامت؟ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بسیار سپاسگزار هستیم که با برنامه خودتان، یعنی برنامه به وقت بیداری که به طور زنده تقدیم شما عزیزان میشه همراه هستید و خرسند میشیم که ما را تا پایان این گفتگو که دقایقی بهش هم باقی نمانده همراهی میکنید. اجازه بدین که برگردیم خدمت جناب استاد فصیحی. خب جناب استاد فصیحی، در این خطبه وقتی که یک مروری کردم من این خطبه را، البته بسیاری از بینندگان هم بارها ممکنه به گوششان خورده باشه از سخنرانها و آز محترم شنیده باشن یا خودشون مطالعه کرده باشه، و همینجا هم دعوت میکنم که خودتان هم برین، این خطبه هست، متنش حتی در اینترنت در گوگل یک جستجوی ساده‌ای بکنید، هم متنش هست و هم ترجمهش از در اختیار شما قرار میگیره. در این خطبه وقتی که شروع میکنه، اول مخاطب مردم کوفه است، یعنی اونا را خطاب قرار میده یا اهل الکوفه، و بعد تعابیری که حضرت زینب اینجا به کار میبره اونها را نکوهش میکنه، شماتت میکنه، ملامت میکنه، باز هم مستقیم متوجه خود مردم کوفه هست. و حالا که عامل اصلی و جنایتکار اصلی کسی دیگه هست، یزید و یزیدیان هست که حضرت زینب در این خطبه اشاره مستقیم به اونا نمیکنه. چرا؟ نکته اساسی در این سوال و پاسخ این سوال اینه که جامعه از دو اقلیت و یک اکثریت تشکیل شده. جامعه اروز اصلا کلا در صورت کلی شناسی میگه دو اقلیت و یک اکثریت، اقلیت فاسد و مفسد، اقلیت صالح و مصلح، و اکثریت بی‌تفاوت. درست، یعنی در طول تاریخ انبیا یک اقلیت نسبت به جمعیت انسان ها، اقلیت صالح، اقلیت صالح، و یک اقلیت هم همینطور حساب بکنه فرعون و نمرود و همینطور تا برسیم ابولهب و ابوسفیان و یک اکثریت هست. هر آنگاهی که اقلیت صالح و مصلح اکثریت را آگاه ساخت، خب بالاخره مدینه فاضله ساخته میشه. هرگاه اقلیت مفسد اکثریت بی‌تفاوت را دنبال خود کشان، خب یک صحنه همانند صحنه کربلا روی میدهد. لذا در حادثه کربلا هم بعد از واقعه کربلا همین مسئله بوده. زینب سلام الله علیها درد دل بیشتر از کوفیان داشته، به چند دلیل. یک، کوفیان بودند گرچه که بزرگان و نخبگان و افراد خاصی امام حسین علیه السلام را دعوت کردند. برخی نوشتند که 30,000 نامه برای امام حسین علیه السلام فرستادند که آقا بیا ما در خدمتی. وقتی حضرت مسلم ابن عقیل را میفرسته، خب با او با نیرنگ برخورد میکنه. بله. اون گونه تنها میماند و به شهادت میرسه. امام حسین و یارانش هم خب به دعوت کوفیان به کربلا آمده، بالاخره بله. با این وضعیت و این واقعه دچار میشود. لذا خیانتی که کوفیان کردند نسبت به امام حسین کمتر از شمشیر شمر نبوده. این یک نکته. پس عقده اصلی زینب سلام الله علیها از کوفیان بوده. احتمال دیگر و نکته دیگر در این زمینه این که هدف از قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امت جدش بوده که در بیانات امام حسین علیه السلام گفته شده. قطعا زینب سلام الله علیها هم هدفش همین بوده. یعنی هدف زینب بیداری مردم و آگاهی مردم از واقعی که اتفاق افتاده. حالا واقعی اتفاق افتاده، قضیه اتفاق افتاده، اما بیدار کردن مردم، آگاه ساختن توده مردم، این وظیفه زینب سلام الله علیها است که باید خطاب را مستقیما با مردم بکند. پس احتمالا اون احساس خطری که ابن زیاد کرد و شما فرمودید با اون شگردش که سر مبارک امام را بر نیزه کرد و در مقابل این خواهر داغ دیده قرار داد، به خاطر همین هست که احساس نگرانی و هم از همین مردم که بود مردم یک موقع نکنه دوباره اینها برگردن، مردم نشورن، مردم آگاه نشوند. خب این سانسور به اصطلاح در طول تاریخ بیشتر توسط ستمگران سانسور به وجود میاد. بله. این سانسورها بیشتر از سوی ستمگران هست که احساس ناامنی، احساس ترس دارن. به این خاطر یک زبان گویا، یک پیام آگاه بخش را هیچگاه بر نمیتابه. لذا زینب سلام الله علیها وظیفش این بوده که مردم را بیدار کنه. بهترین زمینه همون بازار کوفه که مردم به تماشای اسرا آمده، در حالی که اشک میریزن، زینب سلام الله علیها اینها را ساکت میکنه و سخنان خود را آغاز میکنه و مستقیما با مردم و با توده مردم اونها را نکوهیش میکنه. بله. لذا خانواده هایی که بچه های خود به جنگ امام حسین فرستاده بودن در اونجا حضور داشتن، اونها را نکوهیش کرده. اینکه حضرت میگه شما نیرنگ بازید، شما بیوفایید، شما دغلکارید، اینها سخنان ساده ای نیست. یعنی اتهام نمیبندد زینب سلام الله علیها، بلکه یک واقعیت اجتماعی که به وقوع پیوسته است پرده برمیدارد. زینب سلام الله علیها این واقعه را ازش پرده برمیدارد. لذا زینب سلام الله علیها مستقیما با مردم سخن میگوید. نکته دیگر این که بله، چون حادثه همچنان تازگی دارد، یک روز نگذشته از واقعه عاشورا، یزیدیان هم دستپایچه هستند. شمر زلجوشن و ابن سعد و امثال اینها، ابن زیاد، اینها نگرانند که مردم آگاهی پیدا نکنند. لذا اگر مستقیما خطاب به دستگاه خلافت یزید میکرد و یزیدیان را زیر سؤال میبرد، ممکن بود که واقعی ناگوار اتفاق بیفته، حتی زنها در خطر بیفته و به شهادت برسد. فرصت همین مقدار صحبت هم از اینا گرفته شود، نتونه اینها پیام عاشورا را منتقل کنند. لذا هیچ گونه اشاره در این خطبه به جنایات یزید و یزیدیان نشده. عجب. بله، گویا که هیچ خبری از یزید و یزیدیان نیست، مستقیما خطاب به مردمه. مردم آگاه بخشی برای مردم. این بسیار مهمه که از لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی یک خانم بتوانه این گونه مدیریت بکنه و مسلط شود بر مردم و بتوانه اون چی که در ذهنش هست، اون چی واقعی که اتفاق افتاده برای مردم بازگو بکنه. بله. حالا از شما خواهیم پرسید انشاءالله در این جلسه که شاید نرسیم، در هفته آینده انشاءالله میپرسیم که مردم چی بازخوردی داشتن، چی واکنشی داشتن به صحبت‌های بیبی زینب. اولا البته قبلش انشاءالله از زبان شما خواهیم شنید که دقیقاً بیبی زینب در اونجا چی گفت. ولی یک سوال دیگه باقی است که در این خطبه یک چیز دیگه جاش خالیه. در بیبی زینب در یک جایی با مردم سخن میگوید که اینا تجربه حکومت علوی را دیدن و از نزدیک تجربه کردن، عدالت علوی را چشیدن، طعم شیرینشه و خاطره های بسیار خوبی از امام علی علیه السلام پدر بزرگوار بیبی زینب داره. اما در این خطبه نمی برعکس امام سجاد خودش در شام وقتی معرفی کرد، نمی خودش معرفی کنه که من کی هستم، من دختر علی هستم، چه کسی با شما صحبت میکنه. اگر این کار رو میکرد تاثیرش بیشتر نبود؟ بله، من در قسمتم متوجه هستم واقعا. بله، هرچی آدم بیشتر روی خطبه حضرت زینب و این که چگونه برنامه ریزی کرده، واقعا انسان تعجبش بیشتر میشه. در این خطبه که انشالله میرسیم اگر خدا توفیق داد، بله، حضرت زینب سلام الله علیها خود را فرزند رسول خدا خطاب میکنه، نه فرزند امیرالمؤمنین. اصلا نامی از پدر بزرگوارش نمیاره، علی علیه السلام نمیبره، مستقیما خود را فرزند رسول خدا میدانه. شما میدانید که از در جنگ هایی که اتفاق افتاده است، جنگ جمل، جنگ نهروان، جنگ صفین، خب بالاخره یک تعداد بازماندگان قربانیان این جنگ ها هم بالاخره بودند، در همین کوفه زندگی میکردند، در همین کوفه هم زندگی میکرده تعدادی. لذا برخی ها دل خوشی از امام علیه السلام نداشته، اما اون چی که مورد اتفاق همه مسلمان ها بوده، همه چی اونهای نهروانی بودن، چی بازماندگان صفین، چی بازماندگان نهروان، همه اینها بالاتفاق پیامبر خدا را به عنوان آخرین پیام‌آور خداوند قبول داشتن و ایمان داشتن. لذا اون چی که مورد اتفاق همه مسلمان ها بوده، زینب سلام الله علیها روی اون قسمت تکیه می کند که من دختر رسول خدایم. لذا این اتفاق خیلی مهمه که زینب سلام الله علیها روی این نکته توجه داشته. و کمتر از 2 دقیقه فرصت هست، اگر نکته پایانی را بفرمایید یا جمع‌بندی اگر بکنید. اون چه که عرض شد خدمت شما عرض بکنم که درباره خطبه بود. هنوز خطبه حضرت زینب سلام الله علیها را وارد بحث نشدیم، این که چه کسی این خطبه را روایت کرده. قبل از خطبه حضرت زینب سلام الله علیها راوی چی گفته است، چگونه دیده، جملات از راوی هم هست که بسیار زیباست. این خطبه واقعا هم از لحاظ زمان و هم از لحاظ مکان بسیار اهمیت داشته. خب یزیدیان فکر میکردن که قضیه تمام شده، بله، به اصطلاح دنبال شادمانی بودن و باور نمیکردن که در بازار کوفه یک زن مصیبت دیده این گونه اینها را به چالش بکشانه. لذا این خطبه مهمترین خطبه است که در بهترین شرایط و در بهترین زمان و در بهترین مکان از لحاظ موقعیت اجتماعی ایراد شده. بله. و این میرساند که زینب سلام الله علیها چقدر مدیریت بحران را توانمندی داشته که بحران را مدیریت بکنه و اون استعانت الهی. بسیار سپاسگزار هستیم جناب استاد گرامی. ما مشتاقتر شدیم که درباره خود این خطبه نکاتی که انشاءالله از زبان شما میشنویم یک دید وسیع‌تری برای ما و بینندگان عزیز ما انشاءالله که ایجاد کنه. سپاسگزار هستیم که این بحث را آغاز کردید. حتما انشاءالله در جلسات آینده تا پایان بحث با شما خواهیم بود. از شما هم تشکر میکنم که تا پایان بحث با ما بودین. تا هفته دیگه شما هم اگر تانستید جستجوی بکنید، متن خطبه را ترجمه شه، اگر با عربی یک مقدار آشنایی دارید متن عربی خطبه را بخوانید، تعابیری که حضرت به کار میبره، و اگر نه ترجمهش رو بخوانید، نکاتی را برای خودتان یادداشت کنید. اگر سوالهایی درباره این خطبه برای شما هست، فرصت هست یک هفته ای از طریق مثبت 964 780 255 4013 با ما در میان بگذارید و ما از کارشناس محترم خواهیم پرسید. بله، سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می‌ماند دگر زینب نبود. چهره سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ، پشت ابر از ریا می‌ماند دگر زینب نبود. در عبور از بستر تاریخ، سیل انقلاب، پشت کوه فتنه ها می‌ماند اگر زینب نبود. السلام علیک یا السلام علیک یا عقیلت بنی هاشم. همراه با کارشناس محترم جناب استاد فصیح غزنوی با شما عزیزان و همراهان گرامی خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.